آیا که اشغالات اون دیگه آقای رئیس جمهور آقای خاتمی واقعا ما پیغام هم دادم اون دادن بهش گفتن دارم. من پیغام دادم من اجازه تو بودم میرفتم پیش رهبر میگفتم شما مقامت محفوظ احترامت محفوظ 22 میلیون مردم به من رأی دادن به من هم رأی دادن این 22 میلیون همه میدونستم که رهبر کشور به کس دیگه نظر داره رأی داده دفترشون و خودش و همه کس دیگه رو تأیید میکردن 22 میلیون اومدن به ایشون رأی دادن معنیش نیست یعنی ما اون تشکیلات رو قبول نداریم این معنیش این بود اگر بنا بشه که بخوام در وزرای من در استاندارای من دخالت بکنم افرادی رو به من تحمیل کنم من نمیتونم کار بکنم بنابراین من ضمن تشکر از مردم استعفا میدم به مردم من یوحنا مهم کار من دخالت اینجور کشور پیش نمیده بگیر رو درواسی کشوری که چند ارگان حکفرما داشته باشه مجلس جدا و دولت جدا و مجمع تشکیل مصلحت جدا و دفتر رهبری جدا و هر کدوم میخوان این جور کشور اداره نمیشه و حکومت مطلقه اونجوری که تکلیف کشور رو دو سه نفر معین کنن این تو دنیای امروز مواجه باشه کسب میشه حکومت مردم باید باشه مردم خودشون کشور رو اداره کنن ولی فقط یه مجتهد اعلم اینا به شرط اعلم باشه این بایست مجتهد اعلم مدیر این نظارت کنه که بر خلاف انجام نشه این هم بهتون بگم که 4 تا روزنامه با دارن به یک حمله کنه 4 تا بچه تو قم را بندازند و اینا یه فصلش گذشته فرضاً ائمه جمعه را تحریف کنن یه چیزی بگن همه میدونن امام جمعه حقوق بگیرن این خط قرمزی که هی میگن خط قرمز خداست و پیغمبر و امام معصوم غیر از اینا خط قرمز نیست